ایران 3 صربستان 0. نسل تازه ما اصلا موتورش راه افتاده، داره همه رو درو میکنه و میره جلو. ماشاءالله امروز هم تونستیم 3-0 صربستان رو شکست بدیم. صربستانی که با مربیگری ایگور کلاکوویچ بود، من فکر کردم خیلی میتونه بهتر باشه، ولی واقعا حرف برای گفتن نداشت و به راحتی 3-0 بازی رو ما بردیم. بریم چه اتفاقاتی تو این بازی افتاد. سلام دوستان، همچنان محمد حسینی هستم در کانال جنجال اسپورت. خیلی 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 خوش اومدیم به این ویدیو و امیدوارم حال دلتون عالی باشه. ما در این کانال جنجال اسپورت سعی داریم به اتفاقات فان و حواشی که تو اکثر ورزش‌ها به خصوص فوتبال اتفاق میفته بپردازیم. خواهش میکنم اگه به این سبک از موضوعات علاقه دارید، کانال ما رو سابسکرایب کنید و اون دکمه زنگوله رو هم بزنید تا از جدیدترین ویدیوهای ما بهره مند بشین. امروز هم با هم دیگه هستیم تا بازی صربستان و ایران رو با هم دیگه ببینیم. از سری رقابت‌های لیگ ملت‌های والیبال، ایرانی که تو هفته اول خیلی ضعیف کار کرد ولی از هفته دوم و این هفته که فوق‌العاده بود و تونست 3-0 هم صربستان رو شکست بدیم و دیگه به صعودمون به مرحله بعد قطعی شد. مرحله که حالا ما هم حالا تو یه هفته در روز آینده انجام خواهد گرفت. صربستان که من فکر می‌کنم گفتم خیلی بهتر باشه، یعنی با سرمربیگری ایگور کلاکوویچ و اینا سرمربی سابق ایران، من گفتم الان بازی خیلی عالیه دیدم. نه بابا، اصلا صربستان هم حرفی برای گفتن نداشت، زورش فقط تو ست اول زد. یعنی اگه ست اول شاید مثلا صربستان میتونست ببره بازی مثلا خیلی سخت در بود، ولی تو ست اول ما 35-33 بردیم و همونجا من گفتم با خودم که بازی تموم شد دیگه، ما بردیم دیگه، ولی واقعا هم بردیم و 35-33 ست اول، 25-21 ست دوم و ست آخرم که کلا وا داده بودن دیگه. ست آخرم 25-12 بازی ما بردیم، بعد از 25-4 اسلوونی هم بالاتر، ولی دیگه اصلا همه چی رو درو کردیم و داریم ماشاءالله میریم بالا. الان توقعات ما رو اینا خیلی دارن میبرن بالا، یعنی یا من با این وضعیت خیلی باید ایشالله خوبم باشیم تو مرحله نهایی لیگ ملت‌های والیبال و باید بریم اونجا چه خواهیم کرد. تیم ملی که عالی داره کار میکنه. یه لحظه هم فقط کاپیتان میلاد عبادی‌پور مصدوم شد، گفتم من و همه شما دلمون لرزید، گفتیم نکنه مصدوم بشیم. نه خدا شکر اونم به بازی برگشت و دیگه واقعا هیچ حرف نمیمونه. مرسی از سلطان دلها، امپراتور دلها، بهروز امپراتور که از قبلا آمولیا بهش داده بودن، الان ما هم بهش میگم و واقعا دمش گرم با این تیمی که ساخته. ایشالا بریم تو مرحله نهایی لیگ ملت‌ها چه کار خواهیم کرد. خب دوستان، خیلی ممنون از اینکه تا آخر این ویدیو با من همراه بودین. ما کانالمون در مورد اخبار حواشی اکثر فجا به خصوص فوتباله. تو این روزایی که فوتبال ندانی فعلا با والیبال در خدمت شما هستیم. خواهش میکنم اگه به این سبک از موضوعات علاقه دارید، کانال ما رو سابسکرایب کنین و اون دکمه زنگوله رو هم بزنید تا از جدیدترین ویدیوهای ما بهره مند بشین. خیلی دوستتون دارم. چاکریم، مخلصیم. فعلا یا علی، خدا نگهدار.